سلام، من معراج موسوی هستم و برای این غذا کارمون رو با پوست کردن و خرد کردن 5 عدد بادمجان شروع میکنیم. خب دوستان، وقتی که داخل ماهیتابه ریختین یه ته استکان آب بهش اضافه کنید و بذارین همینجوری بپزه. بعد از اینکه پخت با قاشق به این صورت له کنید. این کار رو ادامه بدین تا اینکه بافتش به این صورت بشه. دوستان فراموش نکنید قبل از پختن بادمجون 1 ساعت اونو نمک بزنید و بزنید زهرابش کشیده شه. آب بادمجون که کامل از بین رفت 2 قاشق غذاخوری روغن بهش اضافه بکنید و تفت بدید. 1 عدد پیاز متوسط به صورت کامل سرخ بکنید و در این مرحله بهش اضافه کنید. دوستان همینطور که تفت میدیم بادمجون رو به یک گوشه ای از ماهیتابه بکشید، یه مقداری روغن اضافه بکنید، 2 قاشق غذاخوری از نعناع خشک بهش اضافه بکنید و بذارین تفت بخوره و بعد با هم مخلوط کنید. بادمجون برای بعضی از دوستان حساسیت زاست، وقتی که میخورن رنگ زبونشون عوض میشه و یه احساس زخمی داخل دهانشون پیدا میکنن. ما وقتی نمک بهش اضافه میکنیم و میذاریم یه ساعت بمونه، این خاصیت از بادمجون میره. بر اساس ذائقتون بهش گردو خرد شده اضافه کنید. سه قاشق غذاخوری کشک اضافه کنید و کامل هم بزنید تا بادمجون تمام کشک رو به خودش جذب کنه. بسیار ساده هستش دوستان، من توی 20 دقیقه این غذا رو پختم. واقعا احتیاج نیستش که بادمجونا رو قبل سرخ بکنید و به همون صورت اگر بپزین کفایت میکنه. فوق‌العاده مزه خوبی پیدا خواهد کرد، بهتون پیشنهاد میدم حتما امتحان کنید. در نهایت هم 1/2 قاشق چایخوری بهش فلفل قرمز اضافه کنید. خود کشک شوره، احتیاجی به اضافه کردن نمک نداریم و در همینجا کار تمام است. خب دوستان، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و تا الان منو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنتاتون منو خوشحال کنید. همیشه موفق و پیروز باشید.